سلام به همه، بازم رامین هستم. به صفحه آلمانی بدری خوش آمدید. درس امروزی ما را اختصاص دادیم برای کسایی که با اسم، فعل و صفت مشکل دارند، یعنی با ورب، نومن و ادیکتیو مشکل دارند. ورب، فعل، نومن، اسم، ادیکتیو، صفت. فعل، خود فعل چی است؟ فعل به بخشی از سخن گفته می شود که نمایانگر کار، یعنی کار انجام شده یا یک رویداد یا یک آلت باشد، مانند خواندن، بردن، بودن، رفتن، خریدن و غیره. و ما چطور بتوانیم یک فعل تشخیص بکنیم؟ ببین، هرگاهی که ما یک فعل ترتیب کرده بتوانیم، پس بدانیم که یعنی این اسم نیست، صفت نیست، بلکه فعل است. به طور مثال، ایش فاغ دو فیست، ازی اس فیاد، ویا فارن، ایا فیاد، زیزی فارن. ترتیب کردیم، درست؟ حالا ما یک اسم نمیتونیم ترتیب کنیم. مثلا نمیتونیم بگویم که حالا میز، ایش تیش، دو تیش، ایتو نمیتونیم، درست؟ حالا موتر نمیتونیم بگویم ایش هاوتو، دو اوتوز، نمیشه، درست؟ پس ای بود فعل. یعنی هرگاهی که ما بتانیم یک لغت، یک کلمه یا ترتیب بکنیم، پس فعل است. و میرم دنبال اسم. اسم کلمه است که میتواند مستقیما نهاد یا جمله باشد و برای دلالت بر شخص، حیوان، شی یا مفهوم به کار میرود. مثال: احمد، مصطفی، هند، کتسه، فقط، هاوته، هاوتو ببخشین و غیره. یعنی اینا بود اسم. میرم دنبال صفت. صفت کلمه است که اسم را از نظر کیفی توصیف میکند. مثلا alt jung، پیر، جوان، یا جوان، پیر. alt neu، کهنه، جدید، جدید، کهنه. alt modisch، مدرن، یعنی مدل کهنه، یا قدیمی یا سابقه و جدید. و ما با شما مثال های خیلی دارم که در آخر ویدیو براتون میگذارمش. مثلا دی موتا کخت، درست؟ دی موتا کخت، گوت، درست؟ صفت ما کجاست؟ گوت، این گوت صفت ماست، یعنی مادر خیلی خوب غذا میپزه. چی شد خوب؟ Das Haus ist groß. خانه خیلی بزرگ است. فعل ما چی است؟ اینجا groß، یعنی بزرگ. بزرگ، جوان، پیر، اینا همشون صفت است. احمد ist ein schöner Mann. احمد یک مرد خوشتیب یا قشنگ یا زیبا است یا مقبول است. ist ein fleißiger Arbeiter. او یک کارمند فعال است. Das ist ein schönes Auto. این یک موتر خیلی مقبول است. انشالله که درس امروزی ما برای شما مفید تمام شده باشه و میرم دنبال بعضی از صفتهایی که با شما ترتیب کردیم و میتونین همیشه نوت کنین و همیشه افت کنین تا در آینده به هیچ نوع از مشکل روبرو شوید.